سلام دوستان، خاله سیما هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروز هم با آموزش دمی گوجه با تهنداز مرغ در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. برنج 5 پیمونه. من برنجم رو 3 بار شستم. به ازای 5 پیمونه برنج باید 7 پیمونه برنج بریزیم، ولی من چه کار کردم؟ 5 پیمونه آب ریختم، 2 پیمونه هم میخوام از آب مرغی که داریم بهش اضافه کنم که جمعا میشه 7 پیمونه. مرغ آب پز شده 5 تکه. مرغم هم 45 دقیقه گذاشتم پخت. توش پیاز و فلفل دلمه‌ای ریختم. فلفل و زردچوبه و نمک هم گذاشتم و مدت 45 دقیقه گذاشتم مرغمونم پخت. گوجه فرنگی نیم کیلو. من شستم، پوستش کندم، آماده است که باید نگینی خرد کنیم. پیاز متوسط 2 عدد، سیب زمینی متوسط هم 3 عدد. رب 1 قاشق غذاخوری، زعفران به مقدار لازم، فلفل، زردچوبه، نمک هم به مقدار لازم. پیازمون رو خلالی های متوسط خرد میکنیم ولی نازک. این استانبولی خیلی خوشمزه است و خیلی هم شکلش قشنگ و زیبا میشه. حتی میتونین این غذای ساده و راحت رو برای مهمونیاتون هم درست کنین. مقدار روغن ریختم رو پیازمون، اجازه میدیم که سرخ بشه. تو این فاصله که پیازمون یه مقدار سبک و طلایی بشه، میریم سیب زمینی و گوجه‌مون رو خرد کنیم. میاییم سیب زمینی هامونو نگینی های تقریبا متوسط خرد میکنیم. دیگه دمی گوجه رو میدونین، هر چقدر سیب زمینی و گوجهش بیشتر باشه خیلی خوشمزه تر میشه. یه غذای راحت، خوشمزه و لذیذ. گوجه‌مون هم نگینی خرد میکنیم. حالا اگه شما دوست نداشتین گوجه‌تون توی غذا معلوم باشه، میتونین یا رندش کنین و یا میکسش کنین. پیازمون سبک شده، دیگه رو به طلایی شدنه. میتونیم سیب زمینی‌مون هم بریزیم توش. هم پخته میشه تو این فاصله، هم که مقدار سرخ میشه و تو طعم دمی گوجه‌مون خیلی تاثیر خوبی داره، خوشمزه ترش میکنه. تا پیازمون هم سرخ بشه، اجازه میدیم که سیب زمینی هم توش هم پخته بشه هم رنگش طلایی بشه. اونطور که میبینید هم پیازمون طلایی شده هم سیب زمینیمون پخته. به این مرحله میتونیم گوجه های نگینی خرد شدهمون رو بهش اضافه کنیم و بذاریم که یه مقدار گوجه هامون هم سرخ بشه و هم بپزه. میتونیم ادویه‌مون رو اضافه کنیم، فلفل و زردچوبه. حالا ادویه دیگه هم که دوست داشتین میتونیم به طبع خودتون اضافه کنیم. نمکم اضافه میکنم. من چون به برنجم نمک نزدم، الان یه مقدار نمکم رو بیشتر میزنم. یه قاشق رب بهش اضافه میکنیم و میذاریم که رب بمونم توی همین روغن هم سرخ بشه هم بوی خامیش از بین بره. اگه دیدین مقدار ربتون کمه، بازم میتونین بهش اضافه کنید.
گوجمون هم پخ، رپمون هم تو روغن سرخ شد، میتونیم توی این مرحله برنجمون رو اضافه کنیم. ما برای برنجمون 5 تا برنج ریخته بودیم، قرار بود 7 تا آب داشته باشه که ما 5 تا آب ریختیم و 2 پیمانه هم قراره که بهش آب مرغ بریزیم. الان آب مرغمون هم بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم تا حدی بجوشه که آبش خوش بشه و قابلمه به قابلمش کنیم. آب مرغمون دیگه اجازه میدیم که بجوشه و آبش خوش بشه. که میبینین آب دم گوجمون تا کاملا خوش شده، میتونیم شعله گاز رو خاموش کنیم و توی ظرفی که میخواییم دم بذاریم یه مقدار روغن میریزیم، اجازه میدیم که داغ بشه. بعد از اینکه داغ شد یه مقدار زعفرون اضافه میکنیم. زعفرونامون رو ریختیم، مرغامون رو میچینیم توی قابلمه. یه مقدار مرغمون انگار آب داشت و روغنش پرید. از کته هامون برمیداریم و روی برنجامون میریزیم. تمام سطحشو برنج میریزیم. بعد از اینکه همه برنج رو ریختیم با پشت قاشق کاملا برنجمون رو فشرده میکنیم و اجازه میدیم که برنجمون دم بکشه. اونم با شعله متوسط رو به کم. برنجمون رو صاف کردم، دیگه اجازه میدیم که برنجمون دم بکشه. دوستان برنج ما دم کشیده، آماده است. زیرش رو خاموش میکنیم، اجازه میدیم یه چند دقیقه از حرارت بیفته، بعد برش گردونیم توی ظرف مورد نظرمون. دوستان دمی گوجه ما با تهنداز مرغمون هم آماده شد، بسیار خوشتربو و خوشمزه شده. توصیه میکنم این غذا رو حتما درست کنین و با خانوادتون میل کنین. اگر آموزش امروزمون هم پسندیدین برامون لایک و کامنت حتما بذارین. دوستتون داریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.